خدمتتون دارم. خیلی دوستتون دارم. اول خدمتتون بگم مرسی. خیلی دوستتون. من یه مشکل دارم، 42 سالمه. من همسر زندگی دارم، یه دختر دارم. مدت 8 ساله که سیگار میکشم. من ولی گوشه ذهنم دوستش ندارم. دوستش دارم در واقع فکر من دوستش دارم، چون واقعا صبح به امید این چای قهوه و سیگار بعدش در واقع بلند میشم، انرژی میگیرم یا روزم رو شروع میکنم. خیلی از طرفی هم میخوام ترکش کنم. بعد 6 ماهی که به طرقای مختلفی به من دارو دادم، وولبوترام، همچون چیزایی که بله که هیچ کنومش کمک نمیکنه. از یه سیگاری قهار بپرسین. خب من سیگار میکشیدم سالها، منم مثل شما به عشق اون سیگار با قهوه. خب اصلا قضا میخوردم که سیگار بکشم. خب بنابراین خیلی خوب میفهمم. خب شما لطف کنین تا موقعی که خودتون شخصا، نه اینکه به هیچ دلیلی که سیگار بده نباید کشید، برای سلامتیت بده، مگه به فکر دخترت نیستی و و و اینا رو همه بزین دور. هیچ کدوم از اینا به آدم معتاد کمک نمیکنه اعتیادش رو بذاره کنار. و قبول بکنین که اعتیاد به سیگار یه اعتیاد واقعیه، چون خودتون میدونین اون لحظه که یه خورده نیکوتین خونتون کم میشه عصبی. خب این هست دیگه، یعنی واقعیه. بعدم برنامه هاتون رو جوری جور میکنین که سیگاره رو بتونین بکشین. یعنی مهمونی، اگر مهمونی این آدم هایی هن که اصلا کول نیستن، نمیشه سیگار کشید، اخ آدم داشت نمیخواد بره. خب یا اگر رستوران بیرونه، خوشبختانه شما کالیفرنیا زندگی میکنین، رستوران باشه که بتونین سیگار بکشین. این رستوران هایی که ادامیان که نمیشه بکشین خوب نیستن، اونایی که میشه خوبن. خب سیگاری و یا بالاخره الکلی یا هر کسی که هر اعتیادی داره، همیشه سعی میکنه زندگیشو طوری ارگنایز کنه و ترتیب بده که بتونه به اعتیادش برسه. خب مادامی که شما دارین از سیگار کشیدنتون خیلی لذت میبرین و خیلی دوست دارین، اصلا و ابدا فکر ترک کردن نکنین. خب میتونم خدمتتون بگی؟ دوستش دارم، فکر میکنم لذت که نه، واقعا قایم میکنم از دخترم. البته حس کرده سری لباس هم باید عوض، هم مسواک بزنم. دوست ندارم بوش، واقعا همسرم رنج میبره. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه ترک کنی. و خیلی راه ها رفتم، این که 6 ماه 7 ماه اون دارو رو خوردم، وقتی به هفته دو تا رسید خیلی حالم بد شد، تمام بدنم حساسیت، کهیر و حالت خفگی. من راهشو بهتون میگم. خب هر موقع آماده بودین از این راه بری. بگم؟ بله بگم. دو تا راهه، یک هر کدوم خواستین انتخاب کنی، ولی هر دوتاش به هم مربوطه. خب چون هر دوتاش با تعهد کار داره. خب یه چیزی هست بهش میگن final decision. final decision یعنی تصمیم آخر، تصمیم نهایی. خب تصمیم نهایی این شکلیه که شما وقتی در مورد یک چیزی تصمیم نهایی میگیرین، هیچ وقت دیگه این تصمیم رو دوبار نمیگیرین، همون یه بار میگیرین تموم میشه. خب تصمیم نهایی یعنی این که اگه من الان این ثانیه تصمیمم نهاییه و گفتم سیگارم میذارم کنار، دیگه هیچ وقت در زندگیم بر نمیگردم سر این مقطع از خودم بپرسم یه سیگار دیگه بکشم. خب یعنی برای همیشه و برای ابد و تا آخر عمرم قضیه سیگار کشیدن رو برای خودم حلش کردم و هیچ وقت تحت هیچ شرایطی به هیچ عنوانی هیچ دلیلی باعث این نمیشه که من یه سیگار دیگه بردارم بکشم. من بهتون یه قول میدم، قول منه، تضمین منه، شما اون ثانیه که تصمیمتون نهایی باشه، نهایی یعنی دیگه هیچ وقت بعد از اون فکر نکنین که به سیگار برمیگردین، یعنی هیچ چیزی در این دنیا باعث نخواهد شد شما یه سیگار بردارین بکشین، به اون میگن تصمیم نهایی، یعنی آخرین تصمیم. خب
یعنی بعد از اون تصمیم دوباره نمیرین یه سیگار دیگه بکشین بعد بگین خب حالا فردا دوباره یکی نمیکشم، میفهمی؟ یعنی that's it, it's the last time ever، آخرین تصمیمه. خب شما نکردین این کارو، بذارین من بهتون بگم. فکر میکنین کردین، چون اگه کرده بودین دیگه نمیکشیدین، من شما اصلا حرفی با هم نمیزدین، حواستون باشه. شما هر دفعه ترک کردین شکست خوردم. نه 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 نه، تصمیم نهایی شکست نداره چون نهاییه. شما تصمیماتون هیچ کدوم نهایی نبوده، خب چون تصمیم نهایی اصلا احتیاج به دارو نداره، اصلا درد نداره، اصلا کریوینگ نداره، اصلا حتی فکر نداره، تمومه، برای همیشه است. من میخوام بهتون بگم چون اینجوری ترک کردم و میدونم چجوریه، یعنی وقتی تموم شد دیگه، یعنی برای ابد تموم شده است، یعنی حتی فکر این که یه روزی هم سیگار میکشیدین دیگه نیست. این اصلا شما از اون لحظه میشین یه آدم دیگه ای که تا قبل از اون نبودین و هیچ وقت این آدمه از این راه دیگه بر نمیگرده. متوجه صحبت هم هستین؟ بله. شما تا حالا از این راه نرفتین. آها، همیشه شما به درد که میرسین دوباره میرین سراغ سیگاره، فهمیدی؟ بله. یعنی یه جایی باز دوباره برای خودتون جایی خالی گذاشتین که خب اگه خیلی دردم اومد بعد تصمیم نهایی اینو نداره. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی هیچ گاه حتی اصلا به مغزتون نمیرسه که برین سیگار بکشین، برای اینکه تموم میشه براتون تا ابد. یعنی اصلا یه سیگار هم دستی کسی میبینی یادتون مثلا اصلا یادتون نمیاد شما یه موقع سیگاری بودین. اینجوریه، میخوام اینو بهتون بگم. شما تا حالا تصمیم نهایی نگرفتین در مورد هیچ چیزی، ولی در مورد سیگار هم نگرفتین. خانم دکتر، من میشد 10 روز نکشیدم، خیلی سخت بود برام، همه پاکت ها رو خورد کردم، فندک، هر چی که اونها رو دور ریختم. من میخوام بهتون بگم تصمیم نهایی حتی اگر سیگار بغل دستتون هم باشه اصلا فکر نمیکنین که بکشین، اونا همش تصمیم های غیر نهایی هن گل من. خب تصمیم نهایی بگیرم، تصمیم نهایی وقت بهش رسیدین میگیرین، یعنی یه جایی میرسین به خودتون میگین that's it. من بهتون قول میدم شما، من الان یه تخمی کاشتم، این الان میره تو ضمیر ناخودآگاهتون شروع میکنه به حرکت کردن. خب بعد یه روز بلند میشین، اون روز میشه تصمیم نهاییتون، دیگه هیچ وقت دست به سیگار نمیزنی، تموم میشه براتون. این زمان داره، یعنی باید زمانش برسه یا اینقدر با ذهنم کار کنم؟ نه، هیچ کاری تمرین کنم. هیچ کاری نکنی، به خودتون بگین من به خودم اطمینان دارم، میدونم که یه روزی میرسه که من این تصمیم نهایی رو خواهم گرفت و میتونم به خودم این اعتماد رو بکنم و اون روزی که این تصمیم رو میگیرم تا ابد دست نمیزنم. خب من بهتون قول میدم این روز رو میرسه براتون، چون الان همین الانی که من و شما با هم حرف زدیم هیچ دلیل نداره شما من زنگ بزنین، اولین تلفن امروز باشین، اگه قرار نبود من اینو به شما بدم هدیه. و من بهتون قول میدم یه چیزی هلوهاش چند ماه دیگه من زنگ میزنین میگین تموم شد، خودم هم باورم نمیشه ولی شد، اصلا اینقدرم آسون بود اصلا فکر نکردم در موردش، شد دیگه هم نمیکشم، اصلا راجبش فکر نمیکنم، دردم ندارم، کریوینگ هم ندارم، اصلا خواستم ندارم، هیچی ندارم، تمومه، اصلا برام تموم شده است، میدونم که تا ابدم دست به سیگار نخواهم زد تحت هیچ شرایطی. یه چه که باعث شد امروز به خودم جرأت بدم به شما زنگ بزنم اینه که یک دفعه وسط صحبتاتون گفتین که شما هم سیگار میکشیدیم، ولی من باورم نشد. من قهار بودم، یعنی من از اون آدم بودم که میگفتم اگر روزی همم فکر میکردن راجب من این واقعیت داره که اگر روزی من قرار سیگارم ترک کنم بعد منو ببندم به تخت تیمارستان، چون من روزی آسون یه پاکت و نیم میکشیدم، آخری که دیگه به دو پاکت، و اصلا هر جا میرفتم، من حتی با مریضام تو مطب بودم سیگار میکشیدم، جستم به این بود که این سیگار همیشه دستم از 16 سالگی. من اونقدر سخت نیست، روزی 8 تا میگم، برای اینکه میدونم دارم بهتون میگم که میشه. خب یعنی این نیستش که یکی دیگه تجربه کرده برای من تعریف کرده دارم براتون میگم یا یه نفر دیگر رو ترک دادم، متوجه هستین؟ از تجربه خودم بهتون میگم که اون روز میرسه، چون میدونم میخواین که برسه، که میذارین کنار، ولی
حواستون باشه اون روز که میرسه که میذارین کنار، باید یه روزی باشه که به خودتون بگین تا ابد، تا ابد، هیچ وقت، هیچگاه، تحت هیچ شرایطی، آسمون به زمین برسه، پدرم جلوی چشم فوت بکنه، تصادف بکنم، ماشینم خورد بشه، سقف خونم بیاد پایین، زلزله بشه، کالیفرنیا رو آب ببره، من سیگار نمیکشم. یعنی تصمیمم تا همیشه است، تا ابده، تحت هیچ شرایطی دست به سیگار نمیبرم. اون ثانیه که این براتون جا بیفته که من الان دارم هیپنوتیزمتون میکنم، میخوام بدونید دیگه نمی دست نمیزنی. اوکی؟ بعد شما به من زنگ بزنید بهم خبر بدین. خوبه؟ حتما، امیدوارم. نه من امیدوار نیستم، من مطمئنم. من با یقین صحبت میکنم. من دارم مثلا تلقین میکنم به خودم. نه شما تلقین نمیکنی. خب فکرتون الان بازه، من دارم تلقین میکنم. چه چیزی باعث خواهند که شما برای همیشه بذارینش کنار؟ آیا الان نه، یکی از دوستام، یکی از دوستام یه دوستی داشتم کوکائینش و سیگارش رو ترک کرده بود، دوست پسرم بود، خیلی وقت بود که وقتی من باش آشنا شدم گفتم ببین تو گفت من 4 پاکت در روز سیگار میکشیدم. من نگاش کردم گفتم امکان نداره. گفت ببین من 4 پاکت میکشیدم. گفتم تو ترک کردی؟ گفت آره. گفتم چه جوری؟ گفت همین جوری. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی یه روز گذاشتم کنار. گفتم مگه میشه؟ گفت آره. گفتم خب سیستمش چیه؟ گفت سیستمش اینه که یه روزی بلند میشی، تصمیم نهایی تو میگیری، میگه دیگه هیچ وقت نمیکشم، هیچ وقت، تحت هیچ شرایطی، هیچ شرایطی نمیکشم و دیگه نمیکشی. گفتم جدا؟ گفت آره. گفتم همین؟ گفت آره. گفتم سخت نیست؟ گفت نه. من یه روز بلند شدم، روز 8 ماه جون بلند شدم، در حدود 5 روز قبل از تولدم، گفتم من دیگه نمیکشم، دیگه نکشیدم، تمام شد. الان وقتی با اتون صحبت کنم که هر چیز خوشحالم، دلم میخواد دارم بکشم. یه موقع مثلا یه خبری به این میرسه که واقعا به هم میرسه و بدنم شروع به لرزش میکنه، این واقعا آروم هم میکنه. و وقتی با دکترم هم صحبت کنم گفت درسته. شما لطفا بدون هیچ نوع احساس گناهی سیگارتون رو بکشین تا اون روز که برسه، بی خود خودتون رو عذاب ندین. خب از هر یه دونش لذتتون رو ببرین. منتهاش پرابلم شما این شده که الان داریم با زج میکشین، هی بعد قایم کنین، همون کنین، مسواش کنین، ماشینتون بو نده، میدونین الان با زج دارین سیگار میکشین، این خیلی بده، ازش لذت نمیتونین ببرین، هی بعد مواظب باشین کسی نفهمه، اینجوری خیلی سیگار کشتن عذاب آوریه. سیگار رو باید آدم لذت ببره از هر یه دونش، اونجوری خوبه. خب اگه میکشین لطف کنین لذتشو ببرین، باشه؟ قول بدین که لذت ببرین از سیگارتون، زج ندین به خودتون. چیزای بهتری هست که آدم بتونه لذت ببره. حالا شما چیکار دارین؟ چیزای بهتری هست برای بقیه هست. شما همین یه دونه هم که میکشین لذت، با لذت لطفاً بکشین. خب عذاب ندین به خودتون. خیلی با زج نه. آره. خیلی احساس گناه میکنم، خیلی خودم رو سرزنش میکنم. این خوب نیست، این خوب نیست، خیلی بده. این کارو به سر خودتون نیارین، چون سیگار کشیدن با احساس گناه و زج دادن به خودتون هیچ کمکی بهتون که نمیکنه، هیچی، ترک کردنتون رو به تعویق میندازه. چون ما زمانی ترک میکنیم که احساس خوبی در مورد خودمون داریم، چون اون موقع است که در پایه قدرتیم. شما این کاری که به خودتون میکنین که به خودتون احساس گناه میدین، چون قدیما باور میکردن با زج دادن میشه آدما رو از یه عادتی انداخت، این سیستم عزیز دل من کار نمیکنه. خب به خودتون این کارو نکنین. از من بپرسین، از هر یه دونه سیگارتون کمال لذت رو لطفاً ببرین. اون ثانیه هم که تصمیم گرفتین برای ابد میذارینش کنار، باش خدافظی کنین، بذارین کنار. خب من بعد خطای دیگه هم بگم.